شماری از باشندگان ولسوالی کراخ هرات به دلیل تبدیل فرماندهی پلیس این ولسوالی در شورای ولایتی گرده هم آمدند. آنان میگویند که دولت یک فرماندهی پلیس را تنها برای 3 روز به کراخ فرستاده و سپس کس دیگری را به جای او گماشته است. آنان تهدید میکنند که اگر دولت به خواستهشان توجه نکند راههای منتهی به شر را خواهند بست. کراخ در شرق هرات یکی از ولسوالی های امن است. این شمار در شورای ولایتی تظاهراتی مسالمت آمیز راه اندازی کردند. آنان به این باورند که دولت میخواهد میان گروه های گوناگون در ولسوالی کراخ با تغییر و تبدیلی ها نفاق بیاندازد. این گرد هم آمدگان میگویند که خواستار برگشت فرمانده پلیس پیشینند و اگر دولت به خواستهشان توجه نکند راه های منتهی به کراخ را خواهند بست. گویا شخصی به نام ارباب رحیمی با امر وزارت امور داخله به نام فرمانده پلیس کراخ چندی پیش شناسانده شده بود و درست پس از 3 روز کس دیگری جای او را میگیرد. آیا یک قماندان امنیت بیده که دیش قماندانی کنه؟ این وزیر بیکفاعت حداقل امیر چیر نمیداد بزینا، یک مکتوبی نمیداد بزی که دو شبیه یک ابرو یک انسان برسانه او رو استاد کنه. امروز به یک برادر مکتوب بده، سبا به یک برادر دیگه مکتوب بده، دو تار خود همدیگر رخ کنه، 4 تا قوم با همدیگر به هم بندازه، آیا اینا حکومت داری میکنن؟ ابروی امی مردم حفظ کنه، ابروی مردم نبره، بعد اگر دیگه همچین کاری بشه ما شاید رای امی شارا رو هم بند کنیم. همو باندا مافیایی هم کسی خوش نیم، خود مردم کارو خانه به اینجا خود شما میبینیم، همو سفیدا هم اربابا هم وکیلا حاضرم که یادم مایم. نمایندگان شورای ولایتی هم به این باورند که دولت باید در تصمیم گیری های خود در تغییر و تبدیلی ها دیدگاه های مردم را هم در دید بگیرد. محمد مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات میگوید که بیگمان پشتیبانی مردم از مسئولان دولتی میتواند در بهبود چگونگی ولسوالی ها یاری رساند. این خوشایند واقعا نیست که یک قماندان بعد از 3 روز بدون کدام عذر موجهی ای برطرف میشه. برای مردمی که طرفدار از اونا بودن این قضیه خیلی خوش نخورده. امیدوارم که وزارت داخله در این قسمت بتونه یک تدبیر بسیار خوبه بسنجه و یک تصمیم معقولی بگیره انشالله. کراخ یکی از ولسوالی های چسبیده به شهر و آرام است. امنیت این ولسوالی برای باشندگان شهر مهم است. همچنین در این ولسوالی همکنون کار ساخت بند پاشتان جریان دارد. با همه اینها گرد همایی و اعتراض به دلیل تبدیلی مسئولان در ولسوالی ها و روستاها همواره پرسر و صدا بوده است. از دید برخی گروه ها و حلقاتی که در میان دستگاه دولتی اند مهرهای خود را جابجا می کنند. آنگونه که نمایندگان شورای ولایتی هرات می گویند دولت باید در تغییراتی که انجام می دهد نظرات یک گروه ویژه را در دید نداشته باشد.